به نام خدا، خانم ها، آقایان، به 18مین جشن سینمای تلویزیونی دنیای تصویر خوش آمدید. In the name of God, ladies and gentlemen, welcome to the 18th Hafiz Award ceremony. روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد، زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما. با دل سنگینت آیا هیچ درگیرت شبی، آه آتشناک و سوز سینه شبگیر ما. تیر آه ماز گردون بگذرد حافظ خموش، رحم کن بر جان خود، پرهیز کن از تیر ما. باورش سخت است که برای دومین بار به نام و یاد علی معلم گرد آمدیم و خود علی معلم پا بر این صحنه نمی گذارد. سرعت گذر زمان از این منظر به چشم می آید که جاهای فراوانی نیاز به حضور او را احساس می کنیم و با این دریغ دائم انگار هر روز دارد دوباره از دستمان می رود. او رسم تشویق شایستگان عرصه کار ما را برپا می داشت و برگزاری جشن دنیای تصویر، مراسم اهدای تندیس حافظ به برگزیدگان سینما، تلویزیون و شبکه نمایش خانگی محمل این کوششی بود که علی معلم داشت و حالا به کوشش همسر و فرزندان و دوستان ایشان برای 18مین بار برگزار می شود. تا ادامه این دل مشغولی های مهرامیز علی معلم باشد که می گفت برای همدیگر دست بزنیم. سلام، من لادن مصطفی هستم و خیلی خوشحالم که امشب در 18مین جشن دنیای تصویر حضور دارم. در جمع صمیمی اهالی سینمای ایران و در جشنی که خیلی صمیمی و خیلی بی‌ریا و خارج از هر قرارداد اجتماعی تعریف شده ای که این روزها هممون به نوعی پایبند به اصول یک سری ضوابطی هستیم که شاید خیلی هم خوشایند نباشه، ولی اینجا جمع شدیم و فکر میکنم همه اینها رو بیشتر از هر چیزی وامدار علی معلم هستیم که امروز در بین ما حضور نداره، و ولی سایه حضورش در سینمایی که امروز برای ما به جا مونده احساس میشه همونقدر که جای خالیش احساس میشه. خوشحالم که در این جمع صمیمی هستم و این افتخار رو دارم که برای شروع مراسم از دبیر جوان جشنواره جناب آقای امید معلم دعوت کنم تشریف بیارم. تشریفش میکنم. به نام خدا. خوشحالم که در جمع شما هستم در 18مین جشن سینمایی تلویزیونی حافظ و در این بخش خیلی زیاد صحبت نمی کنم. فقط لازم به ذکر که چند تا نکته رو بگم. اول دلیل این که ما این جشن رو هر ساله برقرار می کنیم، دلیل عمدش اینه که بتونیم نشون بدیم که یاد علی معلم همیشه در کنار ماست و اینکه آدم‌ها جایگزینی ندارن و این یه واقعیت تلخیه که باید جامعه ما بدونه. نکته دوم این که فکر می‌کنم جامعه ما الان اسیر این نکته شده که خیلی بیش از اندازه اسیر اینه که دائم ما به مردممون میگیم که شما بیچاره این، فقیرین، بدبختین. ما فکر می‌کنم باید روحیه عمومی رو ببریم بالا. ما نیاز به همدلی داریم، چیزی که
علی معلم همیشه به اون تاکید داشت و فکر میکنم که جشن حافظ بزرگترین نکته‌ای که داره اینه که یک همدلی میان اهالی سینما و تلویزیون ایجاد میکنه و به نظرم باید خوشحال باشیم از اینکه یگانه جشن خصوصی سینمای ایران بعد از علی معلم میتونه اینقدر با شکوه با حضور شما عزیزان برقرار بشه. مرسی. من یه نکته دیگه هم بگم، اون هم این که یکی از دلایلی که بعضی موقع ما مجبور میشیم که افزایش در بخش موقعهای مختلف افزایش نامزدی داشته باشیم اینه که به دلیلی که یگانه جشن خصوصی سینمای ایران هستیم، همه عزیزانی که در جاهای دیگه دیده نمیشن از ما انتظار دارن. به همین خاطره که ما این کار رو میکنیم، برای اینکه بتونیم همه عزیزان رو ببینیم. من در این بخش میخوام از هیئت داوران رو به شما معرفی بکنم. آقای علیرضا مجمع، امیر رضا نوری پرتو، خسرو دهخان، کسرا ولایی، جواد توسی، آرش خیروی، هیوا مسیح، محمد رضا لطفی، امیر پوریا، مادر عزیزم آذر معماریان، و بنده. مرسی. امیدوارم که شب خوبی رو کنار هم داشته باشیم. ممنون. سلام آقای معلم. خوبین؟ جاتون خالیه؟ ما هممون بازم به خاطر شما دور هم جمعیم. سلام به خانواده محترم سینما، تئاتر، تلویزیون و موسیقی، همکاران، عزیزان و دوستان. یک توضیح کوتاه. امسال بخش چهره‌های تلویزیونی ما با رأی مردم پیش رفت و الان به افتخار علیرضا بیرانوند یا به افتخار رضا، هر دوشون، حالتون چطوره؟ با ماشاءالله به خودت که آخرین نفری هستی که توی سالن و اینجوری صدات بلنده. دوستان من نگران سلامتیتونم. روز جام ما مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، سپست بر دریده عالم دوام ما. چندان بود کرشمه و نازه سهی قدان کاید به جلب سر به سنوبر خرام ما. بادگر به بلشن احباب بگذری، زنهار ارزده بر جانم پیام ما. گو نام ما زیاد به عمدن
چه میبری خود آیدان که یاد نیاری ز نام ما مستی به چشم ساعت دلبند ما خوش است زان روز پرده اند به مستی زمام ما ترسم که صرفه ای نبرد روز باز خواست نان حلال شهر زاب حرام ما لذت شربه مدام ما نامزدهای دریافت نشان عباس کیارستمی مرتضی علی عباس میرزایی انزوا حکتای براهنی پل خواب اصغر یوسفی نژاد اف عبد آبست تمارس مانی باغبانی خرگیوش سلام شبتون بخیر خوشحالم از اینکه اینجا هستم و مخصوصا برای دادن این جایزه به آقای اصغر یوسفی نژاد برای فیلم ار سلام و شب بخیر. خیلی خوشحالم که هیئت داوران این نشان رو به من داد. خالص‌تر از عباس کیارستمی در سینما سراغ ندارم. برای رسیدن به این جایزه خب خیلی ها کمک کردند. خیلی ها پای این فیلم ایستادند. منتها من امشب فرصت کمه از دو نفر تشکر می‌کنم. از دو بانو اول بانو معماریان عزیز و بزرگوار که نه تنها یاد علی عزیز بلکه روح و نفس علی عزیز رو برای سینمای ایران زنده نگه داشتن و دوم از همسرم سرکار خانم اصلانی که سرمایه گذار مادی و معنوی این فیلم بود و او هر دستاورد داره برای ایشون هست. شب خوبی داشته باشید. بهترین مستند استکاک امیر فرزلاهی بزم رزم سید وحید حسینی حاضری ها مهدی گنجی رئیس الوزراء سید محمد رضا هاشمیان صفر تا سکو سحر مسیبی نسیان
ساخته حسن آخوندپور. Cristiano Ronaldo. سلام خدمت دوستان و حضار محترم، به خصوص هنرمندان عزیز. خیلی خوشحالم که تو این جمع بزرگان هستم و ممنون از همتون که بعد از بازی جام جهانی منو حمایت کردید. انشالله که بتونیم تو بازی جام ملت‌ها سرفراز کنیم. مرسی. تندیز حافظ تعلق میگیره به خانم سحر مصعبی برای از صفر تا صفر. این اولین جایزه منه و واقعا ارزشمنده. مرسی. از هیئت داوران، از خانم معماریان عزیز و آقای علی معلم که روحشون شاد و یادشون گرامی. ببخشید، برای من خیلی عزیزه این و الان خیلی هم هیجان زدم. اجازه بدین اینجا از خانم طهورا ابوالقاسمی و مهتاب کرامتی که 3 سال کنار من بودن و الان این مستند ساخته نمیشه. و یک تیم عزیز که عاشقان کنار من بودن. میدونم که اینجا نباید زیاد حرف بزنم ولی اجازه بدین اسم ببرم: خانم سمیرا علایی، خانم مریم مج، حمیلا معید، رضا عبیات، رامین عباس‌صدق و آقای علی علوی و بقیه دوستانی که 3 سال کنار من بودن. و از همه شما عزیزان مرسی. مرسی. هرچه جهان انسانی پیچیده تر می شود، سخن گفتن از واقعیت بی اثر و بیهوده خواهد بود. در زمانه پیچیدگی های مسائل انسانی است که جستجوی حقیقت و نیاز به آن احساس می شود. اگر در سینمای شریعت همواره سخن از قتل است، در سینمای طریقت باید درباره مرگ فیلم ساخت، نه درباره کشتن. عبور از خیش یکی از مشکل ترین رفتارهای آدمی است که حتی از خود گذشتن یا از جان گذشتن هم دشوارتر است. عبور از خیش دقیقاً به معنای عبور از خودآگاهی ماست. در حالی که از جان خود گذشتن عبور از ناخودآگاهی یا شاید سنت ایثار است که ریشه در حافظه تاریخی ما دارد. تاریخ انسان تا قبل از سینما ژستی ایستا داشت و هنوز هم دارد و با سینما تاریخ جدیدی از موقعیت انسان شکل گرفته است که در خود ژستی متحرک و زنده دارد. دنیا پر از تصویر ناب، موسیقی ناب، سخن ناب و صدای انسان ناب است. تنها کاری که ما باید بکنیم این است که گوش کنیم. مخاطب یعنی همین، یعنی کشف نابترین و بهترین سخنی که هنر و هنرمند راستین در کمال صمیمیت، ایمان و خضوع که گویی با جهان و انسان در میان می‌گذارد، تا هم خود را بارورتر و بزرگتر کند و هم به کمک دیگران بیاید. شب بخیر. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه هنرمندان و دوستان. ماشاءالله چقدر هنرمند از جاده. تندیس حافظ یک عمر فعالیت نوشتاری تعلق میگیرد به هیوا مسیح.
درود بر شما. تارکوفسکی یه قصه خیلی کوتاهی داره. یه مرد افتاده توی لجن و باطلاق. کسی دیگه از اونجا رد میشه و میبینه که در حال مردنه. تمام تلاشش رو میکنه و نجاتش میده و با هم خسته میفتن کنار مرداب و هم نگاه میکنن. مردی که نجات پیدا کرده میگه که چی؟ مرد میگه من تو رو نجات دادم، در باطلاق بودی. اونی که نجات پیدا کرده میگه مرد حسابی، من داشتم اونجا زندگی میکردم. آنچه که تصور من اینه، آنچه که باعث نجات ما و این همزیستی و همکناری بشر اتفاق میفته، یه بخشش زاییده چیزیست که هنر به وجود میاره. آنچه که در برابر من الان میبینم فقط یه سری انسان هنرمند نیست، بلکه تاریخ. من تاریخ رو دارم میبینم، تاریخ انسانی رو که برای این سرزمین ساخته. این همکناری به همت علی معلم که الان هم اینجا هست و میدونم که میبینه، این همکناری رو امیدوارم که همیشه پایدار باشه. و یه نکته این که وجود شماست که باعث میشه من منتقد و دوستان منتقد دیگری به احترام شما و به احترام هنر کلاه از سرمون برداریم و بعد قلم به دست بگیریم، نه برای تمجید یا تعریف، بلکه برای جستجوی آن چیزی که شما میخواهید به ما و به جهان و به زندگی هدیه کنید و به انسان ایرانی که همیشه در رنج بوده. و اگر رنج نباشه ما نمیتونیم بزرگ بشیم. شما به ما در سینما آموختید زندگی کردن رو، عشق ورزیدن رو و عاشق بودن رو و با هم بودن رو. این همکناری در جشن حافظ رو برای آیندگان هم امیدوارم که ادامه پیدا کنه. علی معلم به من جایزه حافظ رو داد. من یک کتابی دارم که به چاپ دوم رسیده، 100 غزل انتقادی حافظ. مرسوم نیست، ولی من میخوام این کتاب رو به علی معلم تقدیم بکنم. خیلی از همه شما متشکرم. در تاریخ شعر ایران شاعری هست به نام احمد شاملو که همه میشناسید و بانویی که باعث شد احمد شاملو در تاریخ این سرزمین بمونه، آیدا شاملو. میخوام بگم که در سینمای ایران و در فرهنگ این سرزمین یک مرد دیگری بود که هر 100 سال خداوند به زمین میده، علی معلم، شاملوی سینما و فرهنگ، و خانم معماریان، آیدای سینما و فرهنگ. چگونه نبارم
گر ندهد کام دلت آصف عهد، کام دشوار به دست آوری از خودکامی. حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان میتوانم. به عنوان یه دوست میگم، ما نیازمند این هستیم که فرهنگ ایران زمین رو حفظ بکنیم و نیازمند این هستیم که یاری بکنیم به حرکت‌های فرهنگی، به خصوص در بخش خصوصی، به خصوص در بخش مردمی. و اگر نبود سینما و موسیقی، من بعید میدونستم میتونستیم در واقع این شرایط دنیای نوین رو تحمل بکنیم. تاریخ بزرگی پشت سر ماست، ملت فرهنگسازی هستیم. درست نیست بعضی موقع بعضی از رفتارها از ما. امیدوارم که لذت در کنار هم بودن رو از هم دریغ نکنیم. ما یه علی معلم بیشتر نداریم و هممون سربازشیم. این جهان رفتنی است برای ما و از مرگ گریزی نیست، ولی خوشا به حال کسانی که کارهایی کردند که میتوانند بمانند. با سلام به روح شادمان جناب آقای معلم که همچنان باور کردنی نیست رفتنشون، و همه شما دوستان عزیز که خیلی خوشحالم این همچنین مراسمی برگزار میشه که آدم دیدار تازه میکنه با هم و شاد میشه. از شناخت هنر نمایش جهان تا فرهنگ و روابط ایرانی، از حرکت و طراحی صحنه و آنچه مربوط به هنر نمایش و سینماست، از شما بسیار آموخته ایم جناب آقای دکتر رفیعی نازنین. آقای دکتر علی رفیعی متولد 22 دیماه سال 1317 در اصفهان. ایشون در فرانسه تحصیل تئاتر کردند، بعد از سالها اقامت در اون کشور به ایران بازگشتند و پیش از انقلاب تئاتر آنتیگون، جنایت و مکافات و خاطرات و کابوس‌های یک جامدار رو به صحنه بردند. سالها مدیر تئاتر شهر بودند و بعد از انقلاب تئاترهای دیگه رو بر صحنه بردن، مثل یادگار سالهای شن، دانشمند بزرگ وو، عروسی خون، رومو جولیت، شازده احتجاب، کلفت ها، در مصر برف نمی بارد، یرما، شکار روباه و همچنین بازتولید خاطرات و کابوس های یک جامعه دار از قتل میرزا طلایی‌خان، و همچنین دو فیلم ساختن آقای دکتر رفیعی که جز به فیلم های ماندگار سالهای اخیر ماهی ها عاشق می شوند و آقا یوسف. علی رفیعی یکی از معلم های من بود، ولی معلم بسیار تأثیرگذاری بود، چون تفکرات من رو نسبت به بازیگری، تئاتر، در واقع نظام بخشید. و الان وقتی که چند تا کتاب نوشتم، چند تا مقاله نوشتم در مورد بازیگری، در واقع اگر علی رفیعی نبود شاید این رو نمی نوشتم. علی رفیعی با خودش یک نوع نگاه رو در تئاتر به ایران آورد، نگاهی که فقط مال علی رفیعی بود و باعث یک دگرگونی در تئاتر ایران شد. تئاتر ایران مدیون علی رفیعی. نه، من یک عمر نه فعالیت هنری داشتم و نه خلاقیتش رو. نیمه بیشترش در ممنوعیت از خلاقیت هنری در کشورم بود.
من از بنیاد یا از اونچه که اسمشه به نام علی معلم سپاسگزارم. من یک بار بیشتر از نزدیک به دلیل مصاحبه‌ای که با علی معلم نشستم و یه مصاحبه طولانی ایشون به من کردن و روز خوشی رو در کنار ایشون گذروندم، فرصت بیشتری نداشتم علی معلم رو بشناسم، ولی دورا دور است خلال مجله دنیای تصویرش باش آشنا شدم. امشب هم خوشحالم که در میون شما هستم. یک به نام خدا یک بار دیگه سلام عرض میکنم خدمت تمام مهمانان عزیز، هنرمندان عزیز. خیلی خوشحالم که مثل همیشه دعوت جشن حافظ رو قبول کردید و من میبینم که همتون اینجا حضور دارید. امسال دومین سالیه که ما بدون علی معلم داریم این جشن رو برگزار میکنیم با لطف و همیاری همه شما هنرمندان عزیز. میخوام ازتون خواهش کنم که امشب رو، چون میدونیم که علی معلم معتقد بود خیلی به خانواده کوچک که خانواده خودش بود و خانواده بزرگ تر که خانواده سینما بود، میخوام خواهش کنم به خاطر علی معلم که دوست داشت که این جمعای صمیمانه باشه، این همدلیا باشه، کنار هم باشیم، بتونیم لحظاتی رو شاد بگذرونیم و همدیگر رو تشویق کنیم. امشب رو سعی کنیم که هممون خوش بگذره بهمون و خیلی از مشکلات رو پشت در این سالن بذاریم. بعد که بریم بیرون باز دوباره همون روزگار همیشه گیمونه. به افتخار خودتون یک کف بزنیم. میخوام که از اسپانسرامون تشکر کنم، از بانک رفاه کارگران که واقعا میتونم بگم که یکی از فرهنگین ترین بانک هاییه که من تا حالا باهاش برخورد کردم و کمک کردن که این جشن امشب به این خوبی برگزار بشه. سپاسگزارم از تک تک بچه های بانک رفاه کارگران، علی خصوص مشاورشون همکار خودمون آقای مهدوی که خیلی تو این ماجرا کمک به ما کردن، جناب آقای دکتر حسینی که اینجا تشریف دارن، به افتخارشون یه دست بزنیم. و یه تشکر ویژه هم بکنم از مدیر عامل برج میلاد آقای درویشپور که اولین بار بود که من میدیدم که شهرداری یه مدیر عاملی رو گذاشته که اینقدر فرهنگی برخورد میکنه. حتما تشویقشون بفرمایید. همچنین مدیر مرکز همایشگاه آقای جماعت که خیلی به ما کمک کردن. سپاسگزارم. شب خوبی رو امیدوارم با هم داشته باشیم. ببخشید. شبتون. نامزدهای بهترین فیلم نامه پایتخت 5، سرپرست نویسندگان محسن تنابنده، در جستجوی آرامش عباس نعمتی، حمید طاهری، صادق خوشحال، شهرزاد، حسن فتحی و نغمه سمینی. لیسانسه های 2، سروش صحت و ایمان صفایی. نفس، جلیل سامان. سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و خیلی خوشحالم که دوباره این فرصت به من دست داد که بتونم همه شما رو عزیزان رو در از نزدیک ببینم و من و نیوشا جون که به عنوان زوج هنری هر سال میاییم و جایزه رو میدیم و امسال هم این اتفاق افتاد. بفرمایید.
سلام عرض میکنم به همه عزیزان و اساتیدی که در سالن هستن. جای آقای معلم عزیز تا ابد خالیه، ولی با تمام وجود میشه حاصل سالها تلاش ایشون رو اینجا لمس کرد و دید، و امیدوارم که جمع سینمایی ما سالها بتونه در جشن حافظ در کنار هم حضور پیدا کنه و این جشن ادامه دار باشه. تندیس حافظ تعلق میگیره به آقای محسن تنابنده. سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم که در جمع دوستان هنردوست و هنرمندان عزیز هستم. سپاسگزارم، ممنون. من فقط یه بخش جا افتاده‌ای وجود داشت که اومدم بالا اونو بگم و برم پایین. حقیقت ماجرا اینه که وقتی که اسم پایتخت میاد، خب من چون می‌نویسم سرپرست نویسندگان، معمولا اسمم اون بالا دیده میشه اینا، ولی پایتخت بیش از هر کسی فیلمنامه‌ش رو مدیون خشایار البنده. خشایار البند بسیار بسیار زحمت میکشه، جایزه رو میدن به من. خواهش میکنم خشایار بلند شه، براش دست بزنید، و خیلی معذرت میخوام از خشایار که من نگفتم. خیلی ببخشید، خیلی ممنونم، خداحافظ. نامزدهای بهترین بازیگر زن کمدی تلویزیون: یاسمینا باهر، دیوار به دیوار. رویا تیموریان، دیوار به دیوار. گوهر خیراندیش، دیوار به دیوار. ریما رامینفر، پایتخت پنج. آزاده صمدی، دیوار به دیوار. رویا میرعلمی، لیسانس‌های دو. نسرین نصرتی، پایتخت پنج. سلام، خیلی خوشحالم که اینجا در خدمتتون هستم و خیلی خوشحالم که میخوام این جایزه رو اعلام کنم. من سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدی، مرسی که اومدی. اجازه بدین قبلش یه چیزی رو بگم، چون کسی که میخوام اسمش رو بگم یه خانوم برازندهیه که 15 سال از تئاتر میشناسمش و واقعا اخلاق حرفه‌ای تئاتر رو داره و خیلی خوشحالم الان که این جایزه رو میگیره. سرکار خانوم رویا میرعلمی. ممنونم از هیئت داوران عزیز و محترم و فرهیخته که من رو دیدن. ممنونم از سروش ساعت نازنینم که همیشه مرسی از ایمان صفایی نازنین نویسنده فیلمنامه ما به همراه سروش عزیز. دوستام همه هستن اینجا و خیلی خوشحالم که محلقا جان اسم منو اعلام کردن و این اولین جایزه‌ای هستش که غیر از تئاتر من دارم به خونه میبرم این تندیس زیبا رو، و مرسی. و ناراحتم از اینکه جناب معلم حضور فیزیکی ندارند، ولی قطعا حضور روحانی اینجا دارند. مرسی. نامزدهای بهترین بازیگر مرد کمدی:
بهرام افشاری پایتخت، پژمان جمشیدی دیوار به دیوار، محسن تنابنده پایتخت 5، هومن حاجی عبداللهی پایتخت 5، کاظم سیاحی لیسانس‌های 2، اوتن شکیبا لیسانس‌های 2، احمد مهرانفر پایتخت 5. سلام علیکم. مخلص ببخشید. سلام علیکم مخلصی. هم لاغر شدم خیلی. تندیس حافظ بهترین بازیگر کمدی تعلق میگیرد به مهران غفوریان. خودمو گفتم. بفرم. خیلی کار سختیه چون همه جز بهترینان. گفتم من. آره واقعا. آقای بهرام افشاری. متشکرم. خیلی ممنون. سلام. نه دیگه خوبه، من میام پایین تر. ولش کن میرم بابا، بذار من حرف بزن. آره خوبه. متشکرم. خیلی آقا این خیلی بالاست، من شاغلوس گرفتم ولی اینو میارم پایین. قربونت برم. خیلی ممنون از هیئت داوران که من رو دیدن. من فکر کنم از یه سری از نماینده‌های مجلس بیشتر کاندیدا شدم. بعد تشکر میکنم از اعتماد آقای تنابنده، آقای مقدم، سرکار خانم غفوری و گروه بازیگران بسیار برجسته پایتخت. و همچنین افتخارم بود که در کنار دوستای خودم مثل هوتن شکیبا که سال پیش گرفت و آقا دارم حرف میزنم. و تشکر میکنم. روح آقای معلم شاد، درست جسمش نیست ولی روحش، فلسفهش، تئوریش هست. با افتخارم از همه تشکر میکنم. فقط میخواستم این جایزم رو تقدیم کنم به پدرم، کسی که سالها با مریضیش جنگید که لبخند رو به روی لب من بیاره. ممنونم. مرسی. چون قرار جایزه رو آقای بهرامیان بخونم من زودتر صحبت میکنم وگرنه ایشون باید زودتر صحبت کنم. سلام عرض میکنم خدمت همه حضار و محترم. برای من افتخاری بود که در کاندیدای بهترین چهره مرد کمدی تلویزیون قرار گرفتم. من سریع اعلام کنم که یاد علی معلم بخیر. علی معلم برای من استاد، بزرگتر، برادر و دوست بود و هر موقع اینجا میام توی این جشن افتخار میکنم به آذر معماریان و یادگارهای علی. به 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 به. یک فیلمنامه بسیار خوب حساب شده که محصولش یک فیلم بسیار خوب شد. تندیس حافظ تعلق میگیره به سرکار خانم معصومه بیات برای فیلم رگ خواب. Thank you.
ضمن سپاس بابت اینکه منو لایق این افتخار دونستید، خیلی خیلی خوشحالم. جایزه خیلی ارزشمند و مهمیه. آرزو دارم که برای مردممون یه کمی ثبات، آرامش و شادی به وجود بیاد. خیلی ممنون. نامزدهای بهترین دستاوردهای فنی و هنری: علیرضا علویان و طاهر پیشوایی برای صدا برداری و صدا گذاری فیلم به وقت شام. محسن نصراللهی برای طراحی صحنه فیلم خفگی. سینا قویدل برای جلوه های ویژه فیلم رگ خواب. هادی محمدیان برای اجرا و کارگردانی انیمیشن فیلم شام. امیر حسین قدسی و نگار نعمتی برای طراحی صحنه و لباس فیلم نگار. سعید ملکان برای چهره پردازی فیلم نهنگ عنبر دو. ایمان کریمیان برای جلوه های ویژه میدانی فیلم ویلایی ها. امیر حسین اثباتی برای طراحی صحنه فیلم هجوم. عرض به خدمت شما، مثل تمام دوستانی که اومدن پشت میکروفون، باید از زنده یاد علی معلم یاد کنیم که واقعا جاش خالی هست. بانی این مراسم و دست مریضات بگیم به خانم آذر معماریان و آقای علی اوجی. امیدوارم شب خوبی داشته باشید. با یاد مرد سفید پوش تندیس حافظ علی معلم، که من به خاطرش امشب واسه اولین بار سفید پوشیدم. حضار گرامی، هنرمندان عزیز، سلام عرض میکنم. عزیزای دل من، ممنون. جا داره که روح علی معلمو شاد باشه. خوشحالم که اینجا در جمع شما هستم و قراره با آقای گرگین عزیزی رو نام ببریم. بفرم. نه بفرم. تندیس حافظ تعلق میگیرد به هادی محمدیان برای فیل شاه. به افتخار آقای هادی. بهترین تدوین: انزوا لعیا عباس میرزایی، به وقت شام مهداد خوشبخت، رگ خواب مهدی سعدی، سد معبر سپیده عبدالوهاب، لاتاری حسین جمشیدی گوهرین و سجاد پهلوانزاده، نگار بهرام دهقان. با اجازتون سلام. خیلی خوشحالم که من رو به خاطر تخصصم در بخش تدوین آوردن که این بخش رو اعلام کنم. تبریک به بهرام دوباره. خیلی خیلی کیف کردم و تخصص شما هم هست، شما بفرمایید. سلام، من ستاره دهقانی هستم، از آشنای آقای بهرام دهقانی، که در واقع عرض کنم خدمتتون که تندیس حافظ تعلق میگیرد به آقایان حسین جمشیدی گوهری و سجاد پهلوانزاده. آقای مدیر سلام. من پارسال من اینا همیان شوخی میکنن، منم پارسال اومدم شوخی کنم، ببخش. خیلی دوستت دارم، مخلصی. من این بار متن آوردم که دیگه اشتباه نشه. حسین ببخشید. آقای مهرزاد مینویی خدا رحمتت کنه، تدوینگر این فیلم ها بود، استاد بود، خیلی من دوستش داشتم. سلام عرض میکنم.
خواستم تشکر کنم از همه عوامل فیلم لاتاری، محمد حسین مهدویان که اعتماد کرد به ما برای اینکه این فیلم رو مونتاژ کنیم، و فکر میکنم یه 10 سالی باشه که با سجاد تو پروژه های مختلف داریم با هم کار میکنیم. نامزدهای بهترین بازیگر زن درام: پریناز ایزدیار شهرزاد، بهناز جعفری زیر پای مادر، گلچهره سجادیه آنان، ساناز سعیدی نفس، دلاره عباسی شهرزاد، ترانه علی دوستی شهرزاد، رویا نونهایی شهرزاد. سلام، شب همگی بخیر. عرض ادب دارم خدمت هنرمندان عزیز، اساتید محترم، بزرگان سینما، تئاتر، تلویزیون. خیلی خوشحالیم که امشب در خدمتتون هستیم. افتخار داریم که یکی از نامزدهای بسیار خوب، خانمی که بسیار کارهای درخشان دارن از قدیم، و خواهش میکنم الان اسمشون رو خانم خوشوق اعلام کن. سلام، خسته نباشین، خیلی خوش اومدین. آدم اینجا میاد واقعا دوست داره زیاد صحبت کنه، ولی وقت تنگه و خیلی سخته واقعا، چون همه واقعا خوب هستن. تندیس حافظ تعلق میگیرد به سرکار خانم رویا نونهالی. نونهالی چه خوش شبیه در کنار شما، سخنی آشناست. فرصت شمار صحبت که از این دو راه منزلشون بگذاریم دیگر نتوان به هم رسیدن. سپاس بی پایان از سرکار خانم آذر معماریان که خلاصه صحبت رو فرصت شمردن، و همه دستندرکاران این جشن، آقایان امید و ایمان معلم، همه دوستانی که در کنار این دوستان بودند تا اینکه این شب برپا بشه، ما در کنار هم باشیم، هم نشینه هم باشیم، حتی اگر شبی در سال. این اولین بار نیست که مهر دنیای تصویر شامل حال من میشه. بسیار جایزه جذابیه، بسیار جشن جدی و شوخیه. خیلی سپاسگزارم از هیئت نازنین داوران. میدونم که دنیای تصویر داوران غیر سخت گیر نخواهد داشت. خب بالاخره به خودمون تبریک میگیم که بالاخره یک جوری رأی اعتماد به ما دادن. سپاس ویژه جناب آقای حسن فتحی، ممنونم. نامزدهای بهترین بازیگر مرد درام: مجتبا پیرزاده سایبان، شهاب حسینی شهرزاد، کامبیز دیرباز زیر پای مادر، مصطفی زمانی شهرزاد، مهدی سلطانی شهرزاد، امیر حسین فتحی شهرزاد، علی رضا کمالی نفس، خوشحالم که تو اولین سالی که من تو این جشن شرکت کردم افتخار این دارم که اینجا وایسم. واقعا برای من افتخار بزرگیه. ندیم حرف نتونم. سلام عرض میکنم به شما. سلام عرض میکنم به عموی عزیزم علی آقا معلم. خیلی خیلی خوشحالم که این افتخار نصیب من شد.
اعلام کردن این جایزه. خیلی مخلصیم. تندیس حافظ تعلق میگیرد به آقا. خیلی کوچکتم آقا، نوکرتم آقا. استاد عزیزم آقای مهدی سلطانی. مرسی. من از خیلی من از پسر شانس نیوردم. فرهاد که یاغی شد، حامدم مرد. از عروسم شانس نیوردم. شهرزاد و لیلا جفتشون خونه خرابم کرد. ممنونم از شما، ممنونم از هیئت داوران که لطف داشتن امسال به من، و تشکر میکنم از همه عوامل شهرزاد، از کارگردان، نویسنده و تهیه کننده گرفته تا هنرورا و شما بینندگان عزیز که حمایت کردین تا یه همچین اثر فاخری ساخته بشه. من میخوام با اجازه گروه شهرزاد و شما این جایزه رو تقدیم کنم به گندلاتای با معرفت. عاشقان دلخسته، پدران رفیق، رفیقان با وفا، همسران با وفا، کاسبان مردمدار و به هاشم دماوندی ها و علی معلم ها. خیلی ممنونم. مواظب خودتون باشید. کار یه کارگردان خوب دادن یه پاس گل خوبه، گل و بازیگر میزنه. پس اجازه بدین سروش بیاد. سلام، شب بخیر. خیلی خوشحالم خدمتتون هستم. ارادتمند جشن حافظ هر سال داره بهتر و بهتر برگزار میشه، یه اتفاق هر ساله شده. هم از آقای علی معلم گفتن و خانم معماریان، اجازه بدین من خواهش کنم که به افتخار دبیر جشنواره امید معماریان هم دست بزنیم، چون داره زحمت‌ها رو می‌کشه. قربون شما، این خیلی هیجان انگیزه. خب یاد ناصر چشم‌آزرم به خیر. امسال ما اون از دست دادیم. نمی‌دونین پایین چقدر زیباست. من فکر کنم 10 میلیارد پیشقدر فقط این جلو. از آقای مدیری بگیر تا بقیه. خب تندیس حافظ تعلق میگیرد به آقای سهراب پورناظری برای رگ خواب. سلام میکنم. میکروفون هم ماجرایی شده. شانس آوردیم از آقای بیرامند نیامدیم اینجا. امیدوارم که خوب باشین. تشکر میکنم از هیئت داوران، از استاد حمید نعمت الله برای اینکه این فرصت رو در اختیار ما گذاشت.
و فکر میکنم کسانی که یک مهمانی بزرگ یا یک جشنواره برگزار کرده باشن میدونن که چقدر سخته یک شب این چنینی رو به وجود آوردن و تداومش برای 18 بار. روح علی معلم عزیز شاد و خانوادش دست مریضات برای حفظ این شبی که واقعا شب زیباییه. تشکر میکنم از تمام عواملی که در رگ خواب کنار من بودند. از همایون شجریان عزیز تشکر میکنم، جاشون امشب خالیه. با سپاس. تو به بنده خیلی راهه، دریا پر موج و بمبک زیاده، خودم رو بی تو شناختم.
شد با حقیقت از همین فاصله حالا روت میشه رو شدیدن دستای تو لنگرم شد من گذرنامه نخواستم زندگیم بی حد و مرزه قلبی که تو سینه دارم دیگه آسون نمی لرزه نامزدهای بهترین چهره تلویزیونی سال احسان علی خانی ماه عسل علی ضیا فرمول یک رضا رشیدپور حالا خوش رامبد جوان خندبان مهران مدیری دوره پژمان بازرگی کودک شد کامران تفتی وقش فریدون جیرانی 35 حسین دهباشی خشت خام عادل فردوسی پور 90 آرش زلی پور منوش محمد صالح‌الا چشم شب محمد حسین میساقی بال 130 سروش صحت کتاب باز منم به نوبه خودم درود میفرستم به علی معلم و سلام مخصوص به آذر معماریان علی معلم از این رو که واقعا معلم بزرگ سینمای ایران بود و آذر معماریان برای این که راه علی معلم قرار بر اینه که از بین ظاهرن 14-15 نفر چهره های محبوب تلویزیونی هستند یک نفر انتخاب مردم معرفی بشه کار سختی البته که به دوش مردم گذاشتن ولی به هر حال تندیس حافظ تعلق میگیرد به آقای مهران مدیری مخلصم قربونتون سلام عرض میکنم مرسی و خسته نباشید به خانم معماریان گفتن حرفای تلخ نزنید کلی حرف تلخ آماده کرده بودم بگم ولی خب گفتن که نه امشب بذارین که خوشحال باشی افتخار بزرگتر اینکه این چندمین باریه که من از دست عزیز دلم
امین خان تارخ جایزه‌مو میگیرم. از خیلی سالهای پیش من هی جایزه گرفتم از دستش و خیلی خوشحالم از این بابت و فکر میکنم این هفتمین تندیس حافظیه که من میگیرم یا ششمی هفتمی. خیلی ممنونم از همگی، امیدوارم همیشه نامزدهای بهترین خواننده تیتراژ فیلم و سریال: رضا یزدانی، فیلم تیک آف. بین آدمای شرطی زندگی کردم و باختم، دلم و زدم به دریا خودم و همایون شجریان، فیلم رگ خواب. آهای خبردار، مستی آشیار. علی زنده وکیلی، سریال زیر پای مادر. برگرد عاشق‌ترین همدرد آخر چه. سینا سرلک، فیلم زیر سقف دودی. تو نبودی وقتی رو سقف شب دستهی. محسن چاوشی، سریال سایبان. مریض حالی خوش نیست، نه خواب راحتی دارم نه مایلم به بیدار. محمد اصفهانی، سریال نفس. از این حیاهو سفر نکردم، ترسیدم این عشق پایان گیرد. جایزه بهترین خواننده جشن حافظ تقدیم می شود به همایون شجریان، که متاسفانه اینجا حضور ندارن. بنابراین یک بار دیگه از سهراب پورناظری عزیز دعوت میکنم روی صحنه بیان. چی شد؟ هستن آقای شجر؟ برادر آقای همایون خان هستن؟ رایان عزیز کجاست؟ کوشش رایان اینجاست. رایان هم بیاد به افتخار رایان شجریان. داریم یکی از اعضای خانواده شجریان رو تشویق. میتونم بگم شاید خوششانس‌ترین آدمی باشم که در همچین خانواده‌ای که پدرم استاد محمد رضا شجریان انشاءالله که حالشون بهتر میشه روز به روز و امیدواریم دوباره بتونیم ایشون رو صحنه ببینیم انشاءالله. ببینیم چی میشه. افتخار میکنم که برادری همچون همایون دارم که تونسته جای پدر رو به هر عنوانی پر کنه. میگم باعث افتخار منه و برای همتون آرزوی خوشبختی میکنم و اینی که ممنونم از دعای تک تک همتون در این 3 سال اخیر که ما با بیماری پدر بالاخره مشغول بودیم، به لطف شما عزیزان تونستیم سرپا باشیم و ایشون هم دعای شما رو به هر حال بهشون میگیم که اوضاع چه جوریه و لطف کردید. ممنونم از همت. نامزدهای بهترین کارگردان: بهرنگ توفیقی، عقیق. جلیل سامان، نفس. حسن فتحی، شهرزاد. سام قریبیان، عالی جناب.
سامان مقدم دیوار به دیوار، سیروس مقدم پایتخت، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان. سلام عرض میکنم، خیر مقدم میگم خدمت شما عزیزان. مرسی که تشریف آوردین. قدر لول نیست، ببخشید. تندیس حافظ بهترین کارگردان تلویزیونی تعلق میگیرد به جناب حسن فتحی برای شهرزاد. عرض کنم که این چهارمین باره که من افتخار دریافت این تندیس رو پیدا میکنم، اما این بار برای من یک معنای وراتر و برتری داره. دو سال پیش همین روزها بود که ما فصل دوم و سوم شهرزاد و فیلم برداریش رو شروع کردیم و با عشقی که به مردم داشتیم سعی کردیم که این دو قسمت رو هم بسازیم. همچنان که میدونید و به خاطر دارید، به هر حال مسائل و مشکلاتی برای ما پیش آوردند که خدا رو شکر ماه پشت ابر پنهان نموند و همه مجموعه شهرزاد به سلامت از این مسائل و مشکلات عبور کردند و نهایتاً شهرزاد ساخته شد و تماشاگران علاقمند به شهرزاد این کار رو دیدن. نامزدهای بهترین بازیگر زن: پرویز احمدیه خفگی، مهناز افشار نهنگ انبر دو، پریناز ایزدیار ویلایی ها، ویشکا آسایش نهنگ انبر دو، سارا بهرامی ایتالیا ایتالیا، ساره بیات زرد، ترلان پروانه فراری، هدیه تهرانی اسرافی، لیلا حاتمی رگ خواب، الناز شاکردوست خفگی، سریا قاسمی ویلایی ها، باران کوثری صد ممر، فاطمه معتمداریا پریناز. کاندیدایی که من قراره بخونم نیستن ولی فوق‌العاده‌ن و من خودم واقعا طرفدارشونم. سرکار خانم لیلا حاتمی برای رگ خواب. متاسفم که امشب میان شما نیستم. خیلی ممنونم از اینجا ریز. خیلی متشکرم. خیلی خوشحالم. تبریک میگم به دنیای تصویر. 20 سال پیش جایزه فیلم لیلا رو از این مجله گرفتم و خانم معماریان تلاششون و تداومشون قابل تقدیره. از طرف ایشون تشکر میکنم. خیلی خیلی متشکرم. مرسی. مرسی. من خیلی برام هیجان انگیزه این جایزه که میخوام بخونم، چون میخوام جای تندیس حافظ تعلق میگیرد به رفیق عزیزم دوست خوبم پریناز ایزدیار. سلام عرض میکنم. اول از همه که مثلا رو هم خبر نداشت، یعنی واقعا آخه دو سال پیش یه حدسایی زده بودم و گرفتم ولی الان واقعا بی خبر بودم، واسه همین خیلی هیجان زدم. جای آقای معلم خیلی خیلی خالیه، گفتنی ها رو دوستان گفتن. تشکر میکنم از هیئت داوران، از سرکار خانم معماریان آقای امید معلم، و جا داره تشکر کنم از گروه خوب ویلایی ها، جناب آقای سعید ملکان، سرکار خانم منیر قیدی و تک تک عوامل و بازیگرانش. خیلی خوشحالم این دومین تندیس حافظه که میبرم و واقعا خیلی بابتش هیجان زدم. خوشحالم که امشب کنارتون بودم. مرسی. نامزدهای بهترین بازیگر مرد:
حامد بهداد، صد معبر، پرویز پور حسینی، قاتل اهلی، محسن تنابنده، فراری، کوروش تهامی، رگ خواب، امیر جدیدی، قاتل اهلی، هادی حجازی فر، لاتاری، شهاب حسینی، برادرم خسرو، ساعد سهیلی، لاتاری، جواد عزتی، لاتاری، رضا عطاران، نهنگ انبر دو، نادر فلاح، صد معبر، محمد رضا گلزار، مادر قلب اتمی، نوید محمدزاده، بدون تاریخ، بدون مزار. سلام، شب بخیر، امیدوارم که خسته نشده باشین. به اتفاق همکارم افتخار اینو داریم که برنده جایزه این قسمت رو خدمتتون اعلام کنیم. به نام خدا، سلام میکنم خدمتتون. مرسی، شبتون بخیر. خوشحالم که اینجام و به همراه خواهر عزیزم نسرین نصرتی اومدیم روی سن تا جایزه هایی رو بخونیم که قرار دو بازیگر بزرگ، دو مرد بیان روی این سن و تا لحظات دیگر جایزه شما دریافت کنم. بفرمایید. میخواییم بیاییم بالا، شما بگیم اگر دست ماست الان میخونیم. خیلی متشکرم. تندیس حافظ، بهترین جایزه مرد تعلق میدیم به آقای هادی حجازی فر. من هیچ ابایی ندارم از این که بگم الان لایه یکی از بزرگترین رویاها میستادم. به جناب آقای معلم و کارهایی که کردن و این جشن خیلی اشاره شد، ولی من میخوام یک تصویر قدیمی رو به خاطر بیارم همراه شما. سال 74-75 که روزنامه ها با یک روز تأخیر به شهرستان میرسید، ما توی یک زیرزمین خیلی سرد که انجمن نمایش خوی بود با مجله دنیای تصویر لای اون همه سختی رویا می ساختیم، رویایی از این قبیل. و باعث افتخارمه و خیلی خوشحالم که اینجا هستم و امیدوارم که این مجله وزین بتونه به کار خودش ادامه بده و رویاهای بیشتری رو به دوستان من در واقع بده. خیلی ممنونم از هیئت محترم داوران، برام خیلی با ارزش این جایزه. بریم سراغ یک بازیگر خوب دیگه و تندیس حافظ رو تقدیمش کنیم برای رگ خواب، کوروش تهامی. با عرض سلام و خسته نباشید. تازه میخانه و می نام و نشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود. عرض کنم که خیلی خوشحالم و افسوس که جناب معلم عزیز الان کنار ما نیست که از خنده ها و حرفاشون استفاده کنیم. تشکر میکنم از هیئت محترم داوران که زحمت های منو ارج گذاشتن. درود به امید عزیز برای اینکه داره این راه رو ادامه میده و از همینجا بهش میگم که همه ما پشتت هستیم امید جون. ممنون از خانم آذر معماریان به خاطر اینکه با این همه سختی نذاشته چراغ این جشن خاموش باشه.
ممنونم از حمید نعمت الله. بله. ممنونم ازش که اعتماد کرد و این نقش سخت و عجیب رو به من داد. ممنونم از خانم لیلا حاتمی و تمام برا بچه های گروه تولید و ساخت فیلم سینمایی رگ خواب. ممنونم از همسرم که اگر نباشه زندگی برام خیلی سخت میشه. افتخارش. سلام علیکم. شب بخیر. امیدوارم که مثل همون اولش سر حال باشی. اینقدر این جایزه ویژه تره برای اینکه این جشن از طرف خودم دارم میگم این جشن دیگه معمولا دو تا جایزه بازیگری داره ولی امسال سه تا جایزه بازیگری داره. با عزتون من دیگه میخونم. استاد کاربلد و نازنین که امیدوارم همیشه سایه‌شون مستدام باشه، آقای پرویز پورحسینی. سلام خدمت همه حضار محترم که این ساعت موندن و من این جایزه رو فکر کنم مدیون آقای کیمیایی هستم. نامزدهای بهترین فیلمبرداری: علیرضا برازنده، هجوم. مسعود سلامی، خفگی. علی قاضی، ویلایی ها. محمود کلاری، ساعت پنج عصر. فرشاد محمدی، قاتل اهلی. فرشاد محمدی، رگ خواب. سلام، خیلی خوشحالم اینجام. روح علی آقا معلمم شاد باشه و میخوام اسم یه نفر بیارم که فکر میکنم خیلی 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 حضورش مهمه توی این مراسم و داره خیلی خوب کار میکنه. امید معلم عزیز. خیلی تندیس حافظ تعلق میگیرد به کارگردانمون. اول ماچ کردم آقای جهرانی. مسعود سلامی برای خفگی. سلام عرض میکنم، سپاسگزارم از هیئت محترم داوران که فیلم خفگی رو بالاخره دیدن. مشکرم از تک تک عوامل فیلم، مخصوصا نبیل عزیز که تو فیلم در خدمتش بودیم. آقای جرانی خیلی ممنونم از شما، مرسی که اجازه میدید در کنارتون سینما رو یاد بگیرم و باش جایزه هم بگیرم و کیف کنم. مرسی، ممنون. نامزدهای بهترین کارگردانی: فریدون جیرانی، خفگی. محسن قرایی، سد معبر. مسعود کیمیایی، قاتل اهلی. شهرام مکری، هجوم. محمد حسین مهدویان، لاتاری. حمید نعمت الله، رگ خواب. مهران مدیری، ساعت پنج عصر. وحید جلیلوند، بدون تاریخ، بدون امضا. ابراهیم حاتمی کیا، به وقت شام. رامبد جوان، نگاه.
سلام عرض میکنم، شبتون خوش. انشالله که خسته نشده باشین. فکر میکنم مناسبت بسیار ویژه‌ای باشه که امشب در جشن هنری دنیای تصویر جایزه بهترین کارگردانی در دست کسی قرار بگیره که سابقه بسیار طولانی و بسیار درخشان در عرصه مطبوعات داره، جناب آقای فریدون جیرانی. من اولا خیلی خوشحالم که این جایزه رو از دست بازیگر بسیار خوبی به اسم خانم مهتاب کرامتی میگیرم که بازیای بسیار خوبشون رو دیدم. دوم این که من تشکر میکنم از هیئت داوران که این جایزه رو به خفگی دادن و من فکر نمیکنم که اینجا هیچ کس مثل من سابقه آشنایی با آقای معلم رو داشته باشه. من فکر میکنم که اولین شماره دنیای تصویر هنوز در نیامده بود و ما در یک دفتر جدیدی که تازه گرفته بودن برای دنیای تصویر، آقای معلم ما رو دعوت کرد که بشینیم راجع به شرایط سینمای آن سال بگیم. ته سال بود، همون مجله‌ای که روی جلدش فرامرز غریبیان بود و رد پای گرگ. من از همینجا به یاد علی معلم که میفتم از لحظه اول و تا این لحظه. مرسی، ببخشید، خدافظ. من فقط آمدم تا از حمایت کننده های مالیمون تشکر ویژه بکنم، چون که راه انداختن یک جشن خصوصی با این کیفیت بدون حمایت اونها امکان پذیر نبود. از بانک رفاه کارگران که یک دفترچه پس انداز 5 میلیون تومانی به برنده ها تقدیم کرده ممنونم. از شرکت پتروشیمی امیرکبیر، از رستوران باس که پذیرایی فوق‌العاده امشبشون به یاد موندنیه، از اپلیکیشن تاپ، از آژانس هواپیمایی ستاره ونک که یک بلیت رفت و برگشت به کشور امارات عربی متحده تقدیم میکنن، و از نوشیدنی آیسی مانکی، و همچنین سرکار خانم مجیدی طراح محترم لباس سرکار خانم باریان، و همچنین منسوجات صنایعی آقایان. به افتخار خودتون دست بزنید تا این دوتا بخش باقی مانده رو هم اجرا کنیم. سلام، شب بخیر. آقای معلم اگه بود میگفت انرژیاتون خیلی پایینه. جایزه ویژه هیئت داوران تعلق میگیرد به، البته این یک توضیح داره، جایزه ویژه هیئت داوران برای جزئیات پردازی در اجرای درست، تکنیک کارگردانی و موفقیت در برانگیختن همدلی تماشاگر اهدا می شود به محمد حسین مهدویان برای فیلم لاتاری. خیلی تشکر میکنم از هیئت محترم داوران. من دو سه تا اتفاق میفته که مراقب بودم، یکی که چند بار موقعی اومدن پله ها خوردم زمین، خیلی مراقب بودم که نیفتم، بعد اینکه موقعی که میخوام حرف بزنم دهنم خوش میشه، خیلی سخت حرف زدن. اتفاق دوم متاسفانه داره میفته. خیلی خوشحالم امشب بابت این جایزه، خیلی خوشحالم که آقای نعمت الله در شما رو دیدم. من طرفدار شما همیشه دوست داشتم که یه وقتی توی جمعی رو بگم. خیلی افتخار میکنم امشب اینجا در حضور شما جایزه رو بگیرم. خیلی خوشحالم. ما با فیلم لاتاری، من با تو هم به خیلی از آرزوها و رویاهامون رسیدیم. یعنی بالاخره هر وقت شما یه فیلم می‌سازی یه رویاهایی برای خودت داری، بخشی از اونها رو امیر پوریای عزیز گفت. واقعا موج احساساتی که تماشاگران فیلم لاتاری به ما دادن چیزی بود که توی رویاهامون تصور میکردیم موقعی که لاتاری رو میساختیم. تقریبا همه اون چیزی که برای ساختن لاتاری انتظار داشتیم
محقق شد و این جایزه هم فراتر از رویاهایی بود که برای لاتای داشتیم. خیلی متشکرم. من یه چیزی هم میخواستم راجع به حضرت حافظ بگم، ولی خب چون آخرین باری که راجع به یه شاعر ایرانی حرف زدم تقریبا گند زدم، دیگه ترجیح دادم نگم دیگه. مرسی. نامزدهای بهترین فیلم. بدون تاریخ، بدون امضا. برادرم خسرو. خفگی. رگ خواب. ساعت 5 عصر. سد معبر. قاتل اهلی. لاتاری. نهنگ انبر 2. ویلایی ها. ببخشید مزاحم هم شدیم، همه رفتن هم یه ظاهرن دیر اومد. قربونت، خیلی ممنون. ممنون، مرسی جان. افتخار دارم که من به خاطر شما، به خدا داشتم آفتاب میگرفتم امروز، اصلا چیز بودم یه جای دور دماوند، ولی اومدم رانندگی کردم که فقط به عشق خودت حمید نعمت الله برای رگ خواب. فکر میکنم این جایزه واقعا مشخصات منحصر به فرد خودشو پیدا کرده تو طول این همه سال. جایزه خیلی پرشور و با حمایت مردم و دست زدن و سوت زدن و خیلی خوش میگذره واقعا. از همتون خیلی ممنونم، احساس میکنم که این جایزه را از علی معلم میگیرم. ممنونم از گروه داوران و ممنونم از تشویق صمیمانه شما و از هومن بسیار با استعداد و درجه یک. خیلی ممنون از اینکه آمدید. به همه برنده ها تبریک میگم، خسته نباشید. میخوام دعوت کنم از جناب آقای علیرضا غفاری که به روی صحنه بیان و جانانه تشویقشون کنید. ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. هرگز هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. امشب به احترام علی معلم مجری پنهان بودم. شبتون پر از ستاره، شبتون ماه. شب بخیر.